در ایران همزمانی چند رویداد از جمله واکنش‌ها به همین فیلمی که صحبتش رو کردیم فرو ریختن متروپول و پیدا شدن نوزاد در سطل زباله بحث فروپاشی اجتماعی رو بار دیگر ترک کرده و بعضی از جامعه شناسان هم در این باره هشدار دادند. در کنار فساد گسترده میزان بالای فقر و اعتیاد بسیاری نگران از بین رفتن ارزش های اخلاقی در اجتماع و از همگسستگی روابط بین حکومت و مردم به گونه ای که قابل ترمیم نباشد به خصوص که بخش عمده از نیروهای نخبه یا از کشور خارج شدند یا در جریان تصمیمگیری و تصمیمسازی در کشور به کلی نیستند آیا جامعه ایران دچار فروپاشی اجتماعی است در برنامه امروز در این باره صحبت با دو که اینجا در خدمتشون هستیم خوش آمدید به برنامه دارش محمدپور پور با ماست پژوهشگر علوم سیاسی و همینطور نیما توتکابونی پژوهشگر جامعه شناسی در دانشگاه جانز هاپکینز خوش آمد میگم بار دیگه آی محمد پور این بحث فروپاشی اجتماعی خیلی شنیده میشه اساسا معنای فروپاشی اجتماعی چیه بقیده شما؟ وقتی میگن فروپاشی یعنی شما الان ب... 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 خصوص وقتی میگید فروپاشی اجتماعی مقصود اینه که هنجارهای جامعه از بین رفته مردم دیگه با هم نمیتونن زندگی کنن شده جامعه بی در و پیکر به گمان من یه اقراقی یه ای درش هست در عین اینکه اشاره به یه واقعیتی داره اون واقعیت که ما دربارش اطلاع داریم و میتونیم بسنجیم اینه که ما میدونیم که در سطح کشورداری و زمامداری ما رسیدیم به یه ترازی از کفایتی که حقیقتاً بی است یعنی شما موقعی که یعنی تاریخی هم داره ها یعنی شما اگه بر میگردید در خصوص به جمهوری اسلامی نگاه میکنید از زمانی که آقای هاشمی رفسنجانی ریاست جمهوری رو گذاشت کنار بعد نفس کارگزاران اومدن سر کار یه دی از انقلابیون رو سابق رفتن درس خوندن تحصیل کردن مدیر شدن زبان آموختن دنیا دیده شدن و زمان و امور رو در کشور به دست گرفتن تا زمانی که میرسه به سال 84 که آقای احمد نژاد میاد سر کار و آرام آرام این نسل کسانی که مدیر بودند یا به تعبیری کارگ کارگزار بودند در کشور با اون تعبیر کارگزارانی که آقای هاشمی جزو بنیانگذارانش گذارانش بود اینها آرام آرام از صحنه سیاسی هست میشن و صحنه مدیریتی کنار گذاشته میشن و به جای اینها یه افرادی میان سر کار که به جای اینکه توانایی مدیریتی داشته باشن شعار زیاد میدن و ما صبح تا شب اینا رو میبینیم دیگه یعنی در عرصه اقتصاد در عرصه مدیریت در عرصه سیاست ساید. و نمونه خیلی بارزش این نحوه برخورد اینا با مدیریت هستی بود پرونده هستی و این به پروباشی اجتماعی چه ربطی داره به اعتقاد من تنها ارتباطی که میتونه داشته باشه اینه که اعتماد مردم اعتماد افکار عمومی به این حاکمان به این زمامدارانی که در کشور هستن از بین رفته یعنی هر چی اینا میگن دیگه باور نمیکنن و در واقع این مشروعیت سیاسی و حکومتی که آسیب دیده آیا به معنی اینه که جامعه داره از هم میپاشه من تردید دارم که این به معنای فروپاشی محض و کامل جامعه باشه آیت شما پژوهشگر مسئله اجتماعی هستید نظر شما چیه در مورد جامعه من با یه بخش صحبت آقای محمدپور موافقم فکر می‌کنم این عبارت فروپاشی اجتماعی عبارت خیلی گنگیه خیلی عبارت‌ها هستن در علوم اجتماعی که گنگن و متاسفانه خیلی همجوری استفاده ازش می‌کنن که به نظر من صحیح نیست برای اینکه هر کس یک منظور مشخصی داره از اون ولی وقتی که استفاده میکنه مشخص است که دقیقاً اون منظور رو داره و اون سعی میکنه برسونه همونطور که آقای محمدی گفتن فروپاشی اجتماعی خود کلمه فروپاشی انگار که ما به پایان این خط رسیدیم مثلا به یه پایان این دوره رسیدیم یا قرار یک اتفاق بیفته حالا میتونه داوری یکی میتونه داوریش نسبت به مثبت باشه یا منفی باشه من فکر نمی کنم که ایران در همچین وضعیتیه بله. اینکه ایران در وضعیت فقر فساد و بی کفایتی بی سابقه به سر میبره این درسته ولی به نظر من نشانه فروپاشی نیست من فکر می کنم اشاره بکنم بخش دیگه از صحبت های محمد پول در مورد اینکه یک بخشی از نخبگان از طبقه کنار گذاشته شدن از اداری امور من مطمئنم که یک بخش بزرگی از این وضعیتی که در واقع ما توش الان هستیم در ایران درگیرشه بهم به این که سر کارن که الف بای اون کار رو بلد نیستن ولی مطمئن نیستم که تو این زمینه کمی اغراق نشه احساس می‌کنم یک بخشی از این نخبگانی که از کار گز... کنار گذاشته شدن در داخل حکومت که عمدتاً کسایی بودن که نزدیک به اصلاح طلبان بودن در این زمینه کمی اغراق میکنن یعنی انگار که به خاطر اینکه اونها الان در قدرت نیستن وضعیت اینقدر خرابه انگار نگاه که همین چند سال پیش که وقتی دولت روحانی سر کار بود اونها در قدرت بودن یا حداقل نزدیک به قدرت بودن و چندان وضعیت از این چیزی که ما امروز تجربه می‌کنیم بهتر نبود به نظر من این بحث ها که شما می‌کنید به نظر می که به حال زاویه سیاسی بحث هست و اهمیت داره اما من واقعا میخوام تمرکزمون رو امروز بذاریم روی زاویه های اجتماعی بحث به ویژه اون بخشی که شما گفتید که هر دو گفتید که فروپاشی اجتماعی در اون شرایطی که الان در ایران می‌بینیم اسمش رو نمیتونیم بگذاریم فروپاشی اجتماعی اسمش رو چی میتونیم بگذاریم آیت کابانی الان شرایطی که می بینیم مثلا فساد گسترده اون اتفاقی که در متروپول کاملا روشن هست که به خاطر فساد گسترده در امر ساخت و ساز پیش آمده مسئله مثلا پیدا شدن نوزاد در سطل زباله نبود امکانات بهزیستی و کمک های اجتماعی برای اقشار فقیرتر و اون شکلی که کار به اینجا نرسه خیلی از مسائل هست که کسی از بیرون نگاه بکنه میگه پس این اگه فروپاشی اجتماعی نیست اسمش چی؟ من فکر من دقیقا نمیدونم چه بهترین اسمی که برای فرو داره چی راست رو ولی فکر می کنم کلمی فروپاشی کلمه مناسبی نیست بذارید با یه مثال حرفم توضیح بدم مقایسه کنیم ایران رو با کشورهایی در آفریقا یا در آمریکای لاتین یا مثلا در, در مثلا هند یا شاید بهترین مقایسه کشور باشه مثل برزیل فقر توی برزیل خیلی بیشتر از ایرانه این نظم اجتماعی و این آرامش اجتماعی که ما در ایران مثلا باهاش کم و بیش آشنا هستیم یعنی به این معنی که اگر شما در خیابون‌های تهران راه برید در مرکز شهر کسی انتظار نداره کسی بیاد مثلا جیب شما رو بزنه این در برزیل وجود نداره این یه چیزی هست که کسی که سفرم حتی کرده باشه اونجا میدونه یه اه... یعنی فساد جنایت بالاست جرم جنایت بالاست فساد بالاست نابرابری به شدت بالاست در حدی که اصلا قابل مقایسه با ایران نیست اه... ولی در برزیل فروپاشی اتف... اجتماعی اتفاق نمیفته مردم میرن هر چند سالی با رای میدن زندگی به همین وضع ادامه داره حالا یک دوره ممکنه بهتر بشه بدتر بشه بحث من در واقع اینجاست که در ایران فقر فساد حالا حکومتی و همینطور مسائل اجتماعی هر روز داره بیشتر بیشتر میشه یک بخشش همون بحث بیکفایتی یک بخش دیگهش که به نظر من نمیشه بهش اشاره نکرد اینی که شرط اقتصادی کشور در یک سابقه که هیچ‌وقت سابقه نداشته تحریم های ده. گسترده و غیره ولی اسم این رو فروپاشی گذاشتن به نظر من اتفاقا انگار یک مفهوم سیاسی میخواد به... بهش بهش القا به به زودی قرار یک تحولی اتفاق بیفته حالا میگم ممکن نظرت نسبت به اون تحول مثبت باشه یا منفی باشه ولی به حال داری پیش بینی میکنه که تحولی داره اتفاق میفته و این یه مقدار غیر واقع بینانه است این مسئله جرم جنایت که گفتی تو هم از اون مسائلی هست که خب خیلی در موردش حرف زیاد هست این بالا رفتن میزان مثلا زورگیری بالا رفتن تعداد دزدی ها از اماکن از خانه ها از تلافروشی ها خیلی به چشم میاد اصلا تو آمار مشخص هست که خیلی زیاد شده و خیلی ها هم اون رو هم بخشی از این در واقع ناکارآمدی مسائل اجتماعی میدونن یک زاویه دیگر بحث که برای ما جالب بود و اصلا خواستیم این بحث رو مطرح بکنیم بحث این است که چطور یک جامعه ای که به هر حال دچار مشکلات هست این مشکلات حالا ممکنه در حد فروپاشی اجتماعی نیست ولی در حدی هست که بسیاری رو نگران کرده مثلا جامعه شناسان رو در داخل کشور نگران کرده باید برای این چه کرد آقای محمد پور میدونیم که به هر حال حکومت هم به نوعی از کار زیادی از دستش بر نمیاد یک دلیل عمدش اینه که حکومت اصلا اون جایگاه پیشین خودش رو نداره مردم از حکومت اونچنان حرف شنوی ندارن اینی که ما میگیم چی کار باید کرد سوال اینه که کی میخواد چی کار بکنه حکومت میخواد کاری انجام بده که گمان من اصلا موضوع بحث خارجه سوال اصلی اینه که مردم ایران چی کار میکنن برای و مردم ایرانی که میگم عموم مردم ایرانه نه یه جناح خاص سیاسی که در قدرت یا یک جناح خاص سیاسی که در قدرت نیست جامعه مدنی چه جوری داره کار میکنه؟ آیا سر تا سر ایران همه ای انسانهای انسان ایرانی بی تفاوت نسبت به وضعیتشون؟ این همه گروه های کوچیک و بزرگی که در نقاط مختلف ایران از گروه های دانشجویی گرفته تا زنان گرفته تا خیری های مختلفی که هستن حالا گیرم که با مشکلات سیاسی مواجه میشن بسته میشن اینا کجا در میان؟ از دل این جامعه در میان به این وقتی میگیم فروپاشی اجتماعی ما باید منصف باشیم از این جهتی که وقتی میگیم فروپاشی اجتماعی این حکومت و این جامعه مریخی نیومده دیگه. بالاخره مردم همین جامعه اینو ساختن. این حکومت هم برایند یه بخشی از همین جامعه است. امه. یه مسئولیت اجتماعی است که متوجه همه مردم همیشه نمیشه همه تاثیرها رو بندازیم گردن یه حکومتی حکومت که چیه؟ خود کامد. چون به هر حال یه بخشی از این نابسامانی از ناکارآمدی حکومت میاد دیگه. حالا چه به لحاظ سیاسی، چه به لحاظ اصلا مدیریتی و کار ببینید در الگوی رهبری و حکومتی نقش هر حکومتی در هر جای دنیا یه نقش اساسی داره اینی که شما باید در هر جایی کوشش کنید که کیفیت زندگی مردمتون رو بهبود بدید حالا ایران میشه شهروندان ایران خب منطقه طبعا تو ایدولوژی سیاسی ایران این اون به اون معنایی که ما در مفهوم توسعه مد نظر داریم به ذهن اینها نمیاد دیگه یعنی موقعی که رهبر کشور میاد سر یه سند آموزشی یونسکو میاد مخالفت میکنه و بار سیاسی بهش میده یعنی شما نمیخواید برید ببینید منظورتون سند 20 بله سند 20 حکومتی که نخواد یا علاقه نداشته باشه کیفیت زندگی شهروندانش رو بهبود بده و مدام اینا رو گرفتار مسائل سیاسی کنه طبعا برای خودش مشکل درست میکنه بر بقیه هم مشکل درست میکنه ولی معناش اینه که فرو میپاشد به اعتقاد من نه ضرورتا فرو نمیپاشد این حکومت 40 سال 50 سال همینجوری داره فرو میپاشه همچنان هم فرو نپاشیده ممکنه تا 10 سال دیگه 20 سال دیگه 30 سال دیگه هم همینجوری ادامه بده ولی ما میدونیم که آسیب های اجتماعی که به مردم خواهد خورد بیشک خیلی سنگین خواهد بود در این هیچ تردیدی نداریم ولی اون اون دکتری که من عرض کردم اینه که وقتی شما میگید حکومت یکی از وظایفش اینه که کیفیت زندگی مردمش رو بهبود بدهد یعنی که انسان اولویت پیدا میکنه بر سیاست بر ایدئولوژی بر هر چیز دیگری حالا شما میخواید اسمش رو حقوق بشر میخواید اسمش رو بذارید عزت و کرامت انسانی میخواید عدالت آزادی شما هر اسم میخواد روش بذارید هر انسانی اولویت داره حالا چه زن باشه چه مرد باشه چه مسلمان باشه چه غیر مسلمان باشه چه شیعه باشه چه سنی باشه این تفکر هنوز اون ریشه رو پیدا نکرده یعنی شما موقعی که به این تغییر دیدگاه برسید دیگه فروپاشی اجتماعی هم بیمعنا میشه بله برداشت من از صحبت شما اینه که به حال جمهوری اسلامی به خاطر اینکه جمهور... یک نظام ایدئولوژیک هست حق شهروندی رو نسبت به مثلا مسئله ایدئولوژی ارزش کمتری بهش میده ولی آیت الله بحثی که امروز باهاش مواجه هستیم اعتراضات گسترده است هر بار که اتفاقی میفته هر اتفاقی که به نظر چندان هم مستقیم به حکومت نباید ربطی داشته باشه یک ساختمون وقتی فرو میریزه چرا بعد از اولین به دومین دو شعار میرسیم به مرگ بر دیکتاتور چطور هست که جامعه احساس جامعه اینه که تمام مشکلات اجتماعی معیشتی هر چیزی که باش رو به رو هست پای حکومته من فکر می کنم یک یه مقدار به خاطر اینی که به هر حال حکومت واقعا نقشی داره یعنی جامعه اشتباه نمی کنه مثلا در مورد همین متروپول خب فکر نمی کنم مردم از خود یعنی از قطعا از خود ریختن ساختمون خوشحال که نبودن ولی مقصر اون اونو حکومت نمیدونم مقصر حکومت رو اونجای مقصر میدونن که قرار بوده اون چکایی که انجام بشه انجام نشده یا اینکه بعد از اینکه اتفاق افتاده در امداد رسانی کارش درست انجام نداده یعنی به هر حال یک رولی رو برای حکومت قائلن حکومت باید این کار رو میکرد و اون کار رو نکرده من فکر دلیلش اینه که حکومت مطرح میشه همیشه ولی فارغ از اون به هر حال یک واقعیتی وجود داره که شرایطی که توی این کشور الان مردم دارن تجربه میکنن چه حکومت توش مسئول باشه چه نباشه به هر اونها حکومت رو میبینن برای اینکه اونی که جلوشون ایستاده و اونی که داره سرکوبشون میکنه و اونی که داره باز میگم ممکنه هر برداشتشون درست باشه برداشتشون درست نباشه از دیدگاه اونها هر اتفاقی در سرشون میفته مقصرش حکومته حتی اگر تحریم داره اتفاق میفته مقصرش حکومته بل. و فکر میکنم به این دردی حکومت رو انقدر بود میکنن باز برگردیم به هم بحثی که جامعه شناسان الان دارن مطرح میکنن خیلی نگران هستن از وضعیت اجتماعی حال حاضر کشور حالا اگر فروپاشی هم نیست اون چیزی که الان داره اتفاق میفته خیلی ها رو نگران کرده به خصوص بحث فقر به خاطر اوضاع معیشتی و وضعیت اقتصادی که الان باش رو به رو هستیم به نظر شما شرایط ایران اگر به همین شکل پیش بره ما باید انتظار چه چیزی رو داشته باشیم آیا میرسیم به نقطه فروپاشی اجتماعی یا نه اساسا مختصات جامعه ایران به اون شکل نیست که به اونجا برسیم البته پیش بینی کردن در مورد سیاست و علوم اجتماعی کلا کار سخت تقریبا غیر ممکنیه ولی من فکر می کنم بسیار غیر محتمله که ما به اون چیزی که بعضی ازش بعضی دنبالش هستن بعضی ازش خیلی گریزانن که میذارم فروپاشی اجتماعی بسیار غیر که ما به همین چیز برسیم من میخوام یه ای بکنم به اینکه این, مسئله که حکومت ناکارآمد شده یا ایدئولوژیکه و این مشکلات فقط از اونجا می فقط یک بخشی از واقعیته یه بخش دیگه از واقعیت اینه که این حکومت تا حالا شاید بهتر کمی عمل میکرده برای اینکه یک سری فشار اجتماعی بهش میومده مثلا در دوران مثلا اصلاحات به خاطر حالا شرایط مختلفی که از بحث اینجا خارجه گروه های مختلف اجتماعی توان اینو داشتن که اعمال قدرت بکنن به حاکمیت کارگران میتونستن اعتصاب کنن زنان میتونستن بیان در خیابان دانشجو میتونستن در دانشگاه اعتراض کنن و غیره اینا همش از بین رفته و جا چیزی که مونده فقر فساد و غیر است به نارضایتی‌های گسترده اون چیزی که ما میبینیم اینی که مردم بسیار ناراضی هم میران توی خیابون اعتراض میکنن اعتراضاتشون حتی خیلی شاید رادیکال یا خشن تر از مثلا ده بیس سال اخیر باشه و بعد فکر میکنیم که چون اینها رو الان داریم میبینیم اطلاعنا اینا ادامه پیدا میکنه و... و با همین روند ادامه بالاخره یک نقطه بی بازگشت میرسیم. به نظر من اون نقطه بی بازگشت اصلا نزدیک نیست چرا تا... چرا این فکر میکنی چه چیزی در برای اینکه اون ایران چیزی که برای اون چیزی که لازمه برای اینکه این این چیزو تق... تبدیل بشه به یک تحول بازم میگم اون تحول میتونه مثبت بشه یا منفی بشه این تحول اون چیز وجود نداره اون چیز یک, یک حداقل درجه خیلی کمی از سازماندهی اجتماعی داشتن تشکیلات یا اینکه یک افق سیاسی مشخص وجود داشته هیچ از اینا وجود نداره اتفاقاتی که در ایران در این چند سال اخیر میفته در سال 96 تا سال 98 و همین اعتراضات چند وقت اخیر اینها رو بهش در اون معمولا میگن شورش های کور یا شورش های نان بهش میگن یعنی وقتی که شما فقط اشارتون به این در واقع تظاهرات خیابانی هست ولی خب به هر حال اعتصابات اعتصابات معلمان اعتصابات کارگران در نقاط مختلف رو هم شاهد بودیم که اونها به نظر میرسه که به هر حال با یک حساب و کتابی با یک سازماندهی داره انجام میشه بله صد من منظور نبود که به هیچ وجه هیچ هیچ کار حساب کتاب داری در در ایران انجام نمیشه در منظورم در بین جنبش های اجتماعی ایران نیروهای اجتماعی منظورم بود که به شدت ضعیف نسبت بل. به 10 سال پیش سال پیش و با توجه به سرکوبی که هر روز گسترده تر میشه امیدی به اینکه اینها در واقع بتونن با هم دیگه اتحادی پیدا کنن و با اون مبارزات دیگه مردم در واقع بتونن مرتبط بشن به, به تحولی منجر بشن این امید وجود نداره در مورد این صحبت کردیم که به هر حال فاصله زیاد هست تا به اون نقطه فروپاشی برسیم ولی به نظر میرسه که همین چیزی که الان هم هست برای بسیاری از مردم ترسناک و غیر قابل تحمله به نظر شما آقای محمد پور به لحاظ سیاسی و اجتماعی شما گفتید مردم میتونن یه کارهایی بکنن و دارن میکنن چقدر این کارها رو کافی میدونید با توجه به همون چیزی که آقای توتکابونی گفتن فشار بسیار زیاد روی فعالیت مدنی از طرف حکومت و خاموش کردن هر صدایی که به اعتراض بیرون میاد این واقعیتیه که مردمی که امروز در ایران زندگی میکنند چشمانداز روشنی برای آیندهشون ندارن یعنی امید به آینده یه چیزیست که الان برای مردم یه افق تیره و تاریه برای خیلی ها اینجوریه یعنی هر کسی که صبح از خواب پا میشه نمیدونه فردا و از زندگیش چجوریه قیمت نونش چقدر نمیدونم گوشتش مرغش مشکل معیشت دیگه مشکل روزمره است و این مشکلی که گریبانگیر هم است مردم چیکار میتونن بکنن واقعا ما توی نقطه بنبستی هستیم الا اینکه روز به روز دارن میرن جلو و همینجوری امیدوارن که یه اتفاقی یه تحول یه جایی بیفته یه بخشی در اختیار مردم و اونم در سطح واقعا مدنی و روزمره است که مردم چه ارتباطی با هم دارن های. و یه بخشی دیگه در حد سیاسی که دیگه اساس مردم عملا خارجه یعنی نمیخوام دوباره برگردیم به بحث سیاست ولی واقعا از انتخابات 1400 به این ور نقش مردم در سیاست که عملا داره به صفر میرسه بله آقای آقای پور عبدالله درست میگن آقایتون کابونی که ل... ما یه مجموعه از شورش های کور داریم و مرت... و اینا ادامه پیدا خواهند کرد و اگه نگاه کنیم از تو این ده سال گذشته تعداد و فراوانی اینها زیاد شده بلد. و هر اتفاقی که میفته مردم می... یعنی اگه یه زلزله میاد مردم به جایی که برن سراغ حکومت میرن سراغ مثلا بازیگر فوتبال سراغ فلان هنر به خاطر اینکه اونا راحت تر میتونن مردم رو بسیج کنن برای حل مشکلشون تا حکومت به خاطر اینکه به حکومت اعتماد ندارن امیدی ندارن بهش ولی به مردم خودشون بیشتر اعتماد دارن مثلا به علی دایی بیشتر اعتماد دارن و بحث دیگری که من میخواستم حتما تر بشه این که خیلی ها نگران از بین رفتن این سرمایه های اجتماعی هستند نگران این هستند که بخش عمده ای از نخبه ها کسایی که میرن دانشگاه تحصیلات خوب میکنن کسانی که به هر حال به یک نقطه ای میرسن که میتونن چیزی به جامعه برگردونن کشور رو ترک میکنن و خارج میشن یا اینکه کلا اگر هم در کشور باشند ممنوع تدریس میشن از دایره تصمیم گیری به نوعی کنار گذاشته میشن در چنین شرایطی چطور ممکن هست که بشه اقدامی کرد که کارساز باشه وقتی که نخبگان نقشی نخواهند داشت ببینید شما برای اینکه وضعیت رو بفهمیم ما که نمیتونیم تخیل کنیم وضعیت رو یا راه را حل غیر واقعی به مردم فرض کنید که من الان در ایران زندگی میکنم فرض کنید من یه آدم تحصیل کرده ای هستم میخوام از یه وضعیت زندگی بهتری داشته باشم نمیتونم فردا بگم آقا میرم دست به دامان فلان سفارتخونه خونه میشم به من ویزا بدید از این مملکت هیچ راهی ندارم ناگزیر دارم در این مملکت زندگی کنم در همین شرایط موجود این خیلی نکته مهمیه میلیونها نفر در ایران امروز زندگی میکنن که نه میتونن معجزه کنن نه میتونن از کشور فرار کنن نه یا نه میخوان این کار رو انجام بدن میخوان تو همین مملکت خونه خودشونه میخوان سقف بالا سرشون خراب نشه تنها کاری که میتونن بکنن این اینه که روز به روز برن جلو یه وقتایی منتظر معجزهن یه وقتایی واقعا صبر ایوب میخواد که طرف بگی آقا من قدم قدم ذره ذره یه کاری انجام میدم که 20 سال دیگه که نمیدونی آیا چه اتفاقی بخواد بیفته یا نیفته ام. و اینجاست که نقش حکومت مهم بشه حکومتی که هنوز نتونسته و نمیخوادم شکاف بین خودش و عموم مردم و همه ای ایرانیان رو به جزی عده معدودی که طرفدارشن به نف شعار میدن و همیشه ازش حمایت میکنن پر کنن واقعا این که چی کار میشه کرد نمیتونیم پیش بینی کنیم اصلا اختیار ما خارج شده پس برای اینکه با به هر حال من میگم قصدم این نبود که بحث رو سیاسی بکنم ولی این نکته که گفتی باز بحث رو خیلی سیاسی میکنه از این منظر که بحثی هست که این چند سال اخیر به خصوص خیلی میشنویم چقدر من جوان باید صبر بکنم اگه به جوون بودم الان که نیستم <applause> چقدر باید صبر بکنم تا تغییری در حکومت بخواد حاصل بشه ذره 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 در حالی که عمر من هدر بشه و هیچ نتیجه نگیریم و همین این میرسونه ما رو به گروه هایی که الان صحبت از براندازی میکنن از تغییرات عمده در اه اه فرصت کم چطور میبینید؟ اساسا آقای توتکابانی جامعه ایران داره به اون سمت میره به سمت که بره به سمت اینکه تغییری عمده در فاصله اندک خیر به هیچ وجه من فکر می‌کنم اولا نکته جالبیه به نظر من که سعی می‌کنیم بحث رو غیر سیاسی نگه داریم و بر برمی... 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 به نظر من نشون دهنده یک واقعیت یعنی که انگار نمیشه این مسئله رو بدون ارتباط با سیاست کلان کشور راجع به صحبت کرد من فکر می‌کنم این ناامیدی خیلی گسترده‌ای که وجود داره فکر می‌کنم این بخشی از صحبتی که شما داشتید روش تاکید بیشتر ناامیدی مردمه تا دیروز امید داشتن به اینکه با اصلاحات با یک روش مثلا کم هزینه برن رای بدن و با رای دادن یک اتفاقی بیفته و بعد به این نتیجه رسیدن که اون, اون روش کار نمیکنه و دنبال اینن که یه جوری خیلی سریع جایگزین اون روشی روش دیگه ای رو پیدا کنن که حالا اگر استاد کار نمیکرد بریم تو خیابون منتظر بمونیم که مثلا یک نفر از خارج از کشور بیاد نماینده ما باشه چه فرزند شاه باشه چه نمیدونم هر کسی دیگه ای باشه بخواد بخواد برگرده به ایران و شرایط رو متحول کنه به نظر من این دوتا دو روی یک سکن و اتفاقا ارتباط بین دو روی این سکه بین ارتباطی که بین دو روی سکه در واقع وجود داره رو باید از طریق نخبگان جست من فکر می‌کنم نمیشه به این مسئله اشاره نکرد که همین نخبگانی که امروز از کشور دارن فرار میکنن 5 سال پیش همه مردم میگفتن که باید بری رای بدید با آقای روحانی و وقتی که آقای روحانی شکست خورد هیچ وقت احساس مسئولیت نکردن نسبت به کاری که کردن من در حلقه دوروریای خودم در آمریکا زندگی میکنم یادم میاد که در زمانی که آقای روحانی انتخابات آقای روحانی بود من که نمیخواستم رای بدم همه به این اتهامو میزدن که تو به کشورت میخوای خیانت کنی نمیدونم فردا دلار میشه 5000 تومن اگه رای ندی و غیره و دلار هم شد 35 هزار تومان و اونهایی که در رسانه های داخل خارج این طرف اون طرف به مردم گفتن بری رای بدین هیچ وقت احساس مسئولیت نکردن نسبت به،, به, اون توصیه کردن نخبه ها اتفاقا می کنند، یه مقدار ریاکارانه این وسط نقش خودشون رو انکار میکنن این که صرفا ما فکر کنیم که این حکومت یک چیزیه که از آسمون اومده من نقشی نداشتم باز میگم آیه محمد اشاره کردن به اینکه از سال 1400 به بعد هیچ مردم هیچ نقشی به در در تصمیم سرنوشت نداشتن من فکر می‌کنم مثلا یه مقدار این تاریخ رو بود عقب‌تر ببریم مثلا حداقل بریم به سال 92 یا 95 یا 96 مردم رفتن رأی هم دادن اتفاق نیفتاد ولی همچنان رفتن رأی دادن به سفارش همین نخبا و من فکر می‌کنم این اونجایی که این ناامیدی از سرچش میگیره و اگر راه حلی وجود داشته باشه با اولین گام بشه که این مسئله رو آدم‌ها ببینن راجع به صحبت کنن مسئولیت پذیر باشن و سعی کنن این رابطه ای بین و مردم دوباره برقرار ببینید یه نکته مهم اینجاست که ما به نوع بیتفاوتی در مردم رسیدیم یعنی اون یه نفر ایرانی که در داخل ایران زندگی میکنه چه نخبه باشه چه نخبه نباشه وقتی می‌بینه چیزی رو نمیتونه تغییر بده وقتی نمیتونه از این, از این وضعیت فرار کنه هیچ فرقی براش نمیکنه یعنی بی تفاوتی و به یه معنای پوچ انگاری و نیهیلیسمی داره در جامعه ریشه میدواند که حالا ممکنه صدمه دراز مدت داشته باشه برای جامعه صدمه دراز مدت نداشته باشه ولی به اعتقاد من به جایی که ما بگیم فروپاشی اجتماعی درستتر اینه که بگیم فروپاشی سیاسی به این معنی نه معنی که حکومت میپاشه به معنی که حکومت کارآمدیشو داره به طور مطلق از دست میده تنها کارآمدی که حکومت داره به اون معنای کاملا اه، اه، خشنشه که شما مونوپولی و انحصار اعمال خشونت و قدرت رو در کشور داری آنچه از حکومت ما ببینیم همینه چون زورش میرسه که همه چیز دستش باشه ب... کار بخواد انجام بده میخواد نان مردم رو تامین کنه عیشت مردم رو تامین کنه های سیاسی داخلی و خارجی رو حل کنه در همه اینا ناتوان میمونه از یه طرف ما یه فروپاشیه یعنی در واقع یه شکست زمامداری داریم ناکارآمدی سیاسی داریم و مدیریتی در کشور داریم از یه طرف یه ناامیدی و استیصال و سرخوردگی مست و در واقع بیتفاوتی مردم رو داریم اینه که آقای پور عبدالله میگن که مردم رفتن به تشویق اصلاح طلبان رفتن دوباره رأی دادن دیدن نتیجه نگرفتن در 92 همین داره به ما نشون میده که مردم می‌کنه خب ما کارمون رو کردیم از 76 هی میایم رأی میدیم آخر قصه همینه دیدید که آخرش هم در این 1400 گفتید آقا برید به این همتی هم رأی بدید بازم ماجرا همین شد که شد یعنی مردم به جای رسیدن که میگن آقا ما به هر سازی که شما میزنید برخشیم بازم قصه همونه در به همون پاش نمیچرخه پس ما با شما دیگه کاری نداریم این بی تفاوتی محض سیاسیه به خاطر اینکه نخبگان نمیتونن این در واقع اینو به مردم بدن تحویل بدن ده. حکومت نه میخواد و نه این کار رو انجام بده و مردم هم دارن راه خودشونو میرن و تا زمانی که این سیستم همجوری ادامه پیدا میکنه یه چیز سقف بالا سرشونه ممکنه یه زمانی بریزه ممکنه زمانی نریزه و آقای پور عبدالله میگن که ممکنه خیلی دیر اتفاق بیفته ولی واقعا از پیش بینی ما خارجه یعنی یه اتفاق غیر منتظره ببینید سوریه چه جوری سوریه شد یه چند تا نیروی خارجی اومدن حمله دا... خارج نظامی کردن و کشور از هم پاشید یه هم چه اتفاقی که داخل ایران بیفته اگر از چهار زاویه چهار تا نیروی سیاسی بهش حمله کنند جنگ پا میشه امیدوارم که حالا فاصله داشته باشیم با همچین مصیبت هایی ولی ممنونم از شما آقای و ممنونم از آقای تودکاوانی برای شرکت در این بحث و متشکرم که شما این برنامه رو تماشا کردید چبوسی خوش